له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المعيد والرسول المسداد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد <applause> وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بغية الآه في السماوات والأرضين. سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العسر والزمان الحجة حجة ابن الحسن المهدي <applause> روحي وارواح العالمين لتراب بمقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين. من الان الى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين هديه ببشكاه مقدس و با جلال مولاي من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه عليه و مادر مجللاش ام الأئمة النجبا فاطمي زهرام سلام الله علیه ها سلوات بلند این آیت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلوش شکستهش فاطمه یطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تو ما از و گریه کنان حقیقی بر مسائب بانوی کتک خورده فاطمه اطهر سلام الله علیها ثبت و زب بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر را در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید صلوات سوم رو قرار ختم کنید <تصفح> 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 دیشب کردیم خدای متعال در آیات متعددی از آیات قرآن بندگانش را سوق به امام زمان داده است و این ذات قدیس را به همگان معرفی کرده است چه اونهایی که عصر او را درک می‌کنند و چه اونهایی که قبل از تولد او زندگی می کردن تعمد داشته خدا که این ذات مبارک را به همه عالمیان بشناساند لذا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هم که در صحرای قدیر به طور رسمی امیر المؤمنین را به همه عالمیان معرفی کردن بعد از امیر المؤمنین بیشترین اسم اللقبی را که در صحرای قدیر بر زبان جاری کردن نام امام زمان سلام الله علیه بوده است چهل بار نام علی را پیغمبر بر زبان جاری کرد و سی و پنج شیش بار نام امام زمان را این معنا دارد اون هم از پیغمبری که و ما ینطق عن الحوا، ان هو الا وحی یوحی این دقیقا همون تخلق به اخلاق الله است که قرآن در مورد امام زمان بیش از چهارصد آیه در مورد امام زمان ما مطلب دارد و معل اصف عموم شیعه با این آیات بیگانه ان. حتی خواص از شیعه اگر ازشون سوال کنی ما چند تا آیه در قرآن راجع به امام زمان داریم نوعا نمیدانند و این خودش یکی از جهات قربت و مظلومیت و تنهایی امام زمان است لذا یکی از تشبیهات قرآن که دیشب عرض کردیم برای امام زمان تشبیه به آب گواراست قل رأیتم ان به ما و کم جالب اینجاست که ما و آب به مردم نسبت داده می شود ما و کم یعنی اون آبی که مال شماست بهش نیاز هر روز و هر شب دارید یه آبی تو خونه همسایه است یه آبی تو محله اون طرفی یه آبی تو شهر بغل دستی است یه آبی تو یه کشور دیگر است هرچه این آب دورتر می شود بینیازی من نسبت به اون آب بیشتر میشه هرچه به من نزدیکتر میشه نیاز من شدیدتر میشه اگه آب همسایه هم, هم قطع بشه آب ما هم قطع میشه اما اگر آب اون محله دور دست قطع شود آب ما قطع نمی شود پس این که قرآن میگه قل ارایتم ان اصبح ما اکم این نکتش نکته لطیفی است اون آبی که مال شماست و شما نیاز هر روزه به اون آب دارید هم برای تطهیر هم برای شستشو هم برای رفع آتش هم برای پختن غذا به هر شکلی شما نیاز به آب دارید و نیازتان به آب از جهات مختلف است این آب اگر فرو رود خوش شود فمن یأتیکم به ما این معی چه کسی میخواهد خواهد آب گوارا برای شما بیاورد جز خدا پس چرا به درگاه خدا نمی نالید از خدا نمیخواهید که این آبی که مایه حیات شماست به طور مداوم همیشه در اختیار شما باشد اون هم با ارزانترین قیمت که حتی فقرایی که هیچ ندارن و به نان شب هم محتاجن اونها هم از اون آب استفاده کنن اقلن از اتش نمیره این معنای ما و کمه این ما معین که نسبت به مردم هم داده شده تفسیر به امام زمان شده امام صادق سلام الله علیه میفرماید معنای این آیه اینه که اگر امامی که مال شماست در اختیار شماست خدا او را برای شما آفریده که شما دورش بچرخید به مقامش اعتقاد پیدا کنید به تمام کمالاتش ایمان بیاورید به او علاقه مند شوید و این علاقه و محبت شما به او خودش باعث میشه که شما تزکیه بشید پاکیزه بشید این یک قاعده کلیست در وادی محبت که لازمه محبت هر محبی به هر محبوبی انعکاس صفات محبوب در شخص محب عادات او رفتار او اخلاق او گفتار او در شخص محب اثر میکنه من حتی دیدم بعضی از شاگردان که به بعضی از اساتید علاقه شدید دارند هم به خاطر علمیت اونها هم به خاطر معنویت اونها هم به خاطر اخلاق اونها اصلا رفتار و گفتارشون عین استادشون میشه حتی دیدم کسانی را که تون صداشون مثل تون صدای استادشون شده بود این قانون محبت لذا خدا مزد رسالت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را مودت به زویل قربای پیغمبر قرار داده مودت غیر از محبته مودت یعنی اظهار علاقه اون علاقه قلبی رو اظهار کنی ما به محبت قلبی تنها نسبت به امام زمانمون نباید اکتفا کنیم سر این که امام صادق سلام الله علیه میفرماد در چهار اید بزرگ اسلامی بنشین به امام زمانت اظهار علاقه کن اون هم اظهار علاقه که تو را به گریه وادارد اون هم نگریه بی صدا گریه با صدا رمزش همینه هل من معین فاطیل فا معه العویل والبکا آیا یه مددکاری هست کنار من بنشیند مرا کمک کند در گریه های طولانی با عویل و ناله و صدا در فراغ امام زمانه یعنی ما برای این عباراتی که از لسان پاک امام صادق سلام الله علیه صادر شده نباید یک برنامه بچینیم تو زندگیمون نباید یه درسی بگیریم که تعامل ما در 24 ساعت و در طول هفته مخصوصا در شب و روز جمعه با امام زمانمون چه نوع تعاملی باید باشد و این که خدا تشبیه میکند وجود امام را به آب برای اینه که به ما بفهمونه بابا حیات مادی و معنوی و علمی و دنیوی و اخروی تو وابسته به این آغاز هرچه به او بیشتر اظهار علاقه کنی با او بیشتر ارتباط برقرار کنی هرچه او راحتتر در اختیار تو باشد تو بیشتر میتونی بهره ببری ما گاهی اصلا با تفکر باطلمون با عقیده ناقصمون با معرفت اندکمون نسبت به امام زمان امام زمان رو از خودمون دور میکنیم آبی که همیشه باید در اختیارت باشه شما تو چند تا فضای خونتون شیر آب میذارید تو حیات میذارید تو زیرزمین زمین میذارید بالا میذارید تو آشپزخونه میذارید تو دشوی میگذارید برای شستشوی حیات یه شیر جدا میگذارید شیر آب گرم شیر آب سرد این همه شیرهای متفاوت همه جا در اختیار شما باشد برای چیست اینقدر باید تو تمام زوایای زندگیت توجه به امام زمان شدید باشد که هر و خواستی یه مناجاتی با امام زمان داشته باشید تو هر فضایی تو هر شرایطی تو سفر تو حزر تو ماشین بابا پیغمبر میفرماید میخواید از گناهتون استغفار کنید علا مواعد کن فی طرق کن فی اسواق کو همه جا تو بازار در مغازه تو خونه تو مسیر سر سفره همه جا استغفار کنید از خدا عذرخواهی کنید چرا چون شما نمیدانید مغفرت خدا کی نازل می شود پس در تمام فصلهای زندگیتون مرتب استغفار از خواهی از خدا بکنید که اگر در یک ساعت مخصوص مغفرت خدا داره نازل میشه شما در حال طلب عفو بخشش از خدا باشید و خدا شما را ببخشاید دقیقا این معنا رو ما نسبت به امام زمان باید داشته باشیم مگر سید ابن تاووس به فرزندش محمد سفارش نمی کند پسرم روزهای پنجشنبه و دوشنبه نامه اعمال را میبرند محضر امام زمانت حضرت یه نگاهی میکنن برای گناهان تو استغفار میکنن اگر کار نیکی کرده باشی از خدا میخواهند که این عمل تو را بپذیرد و قبول کند پس تو هم اقلا روز دوشنبه و پنجشنبه رو به قبله بایست دو نماز بخوان بعد برو زیر آسمان زیارت سلام الله کامل لا تلاوت کن بعد این حرف رو به امام زمانت بگو بگو یا ایوه عزیز مسنا و اهل الظر و جئنا به بضاعت مزجا فاوفلنا الکیل و تصدق علینا آقای من شما عزیز عالمی عزیز ملائکی عزیز انبیایی عزیز خدایی آقا من با دست خالی آمده ام در خانه شما مصیبت زده ام گرفتارم دست خالی یه دعایی یه استغفاری برای گناه من بکن خدا مرا ببخشاید که اگر رحمت خدا خواست نازل بشه مانعی در وجود من نباشد که اون مانع گناه است یک صفت رزیله در وجود من است یک عقیده باطله یک فکر انحرافی است یه حالت ریایی من نماز میخونم روزه میگیرم منبر میرم قرآن میخونم کربلا میرم برای خدا نمیرم خرابم ولو ظاهر عملم است اما اگه باطن نداشته باشه من حق دارم خدا به من نگاه کند امام زمان مرا در آغوش بگیرد نامه عمل مرا امضا کند اینکه خود امام اعظم میفرماید اکثر و دعا به تعجیل الفرج سرش همین است وقتی زیاد دعا کردی برای امام زمانت در هر فرصت دعایی مخصوصا در مواقع استجابت دعا مخصوصا در اوقات نماز مخصوصا بعد از ذکر مصیبت سید الشهدا بعد از اشک بر مصائب حضرت زهرا این درد جامعه شیعه است قبول کنید بدتون نیاد خیلی از روز خونا خیلی از منبریا خیلی از مده ها مردم خوب میگریونن برای امام حسین برای از زهرا برای دیگر ائمه حتی در فراغ امام زمان ولی دعا برای امام زمان نمی کنه. در حالی که امام صادق سلام الله علیه می فرماید بکا العیون و خشیت الغلوب من رحمت الله تبارک و تعالی این که دلت می شکند، اشکت جاری می شود حالت ترس از خدا در تو ایجاد می شود این نشانه رحمت خدا به تو تو را دوست دارد تا دلت شکست تا اشکت جاری شد دست تو به طرف آسمان بلند کن فختنه بود دعا دعا رو غنیمت بشمار این فرصت رو از دست نده بابا تو مجلس امام حسین از زهرا اینقدر گریه کردی یه دعایی بکن و برترین دعا دعا برای امام زمان سلام الله علیه هست و امام عصر می داره زیاد بکنید تفسیر اکثار در دعا بارها من گفتم بازم تکرار می اقلش دویست بار در 24 ساعت قرآن میگه یا ایها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته که چه شود ليخرجكم من الظلمات الى النور مؤمنان زیاد بیاد خدا باشید صبح و شام یاد خدا باشید نه فقط در یک وقت خاص مثل مسیحیت که فقط روزای یک شنبه میرن کلیسا و دعا میکنن نه هر روز هر شب صباحا و مساعا به یاد خدا باشید چرا؟ چون خدا رحمتش را بر شما نازل می کند خدا بر شما سلوات می فرستد وقتی به یاد خدا باشید زیاد و این سلوات خدا بر شما وقتی نازل می شود شما را از ظلمتها خارج می کند در حریم نور داخل می کند لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما خدا مؤمنان را دوست دارد نسبت به آنها رحمتش را نازل می کند چرا خودت در معرض رحمت خدا قرار میدی که موسی بن جعفر سلام الله علیه آمد خدمت حضرت گفت آقا من این آیه اینجوری معنا میکنم کنم اکثرو یعنی دویست بار در روز درست فهمیدم فرمودم بله درست فهمیدی اقل عدد اینه در معنای اکثار پس امام زمان هم که میفرماید اکثر و دعا به تعجیل الفرج بعد میفرماید اگر این گونه برای من دعا کنید فرج و گشایش میاد تو زندگیتون مشکلاتتون حل میشه حتی که از علما میفرمود من وقتی تو معنای احادیث گیر میکنم معنا رو نمیفهمم توجه به امام زمان پیدا میکنم برای امام زمان دعا میکنم خدا اون فهم واقعی معنای حدیث را به من میدهد یخرجکم من الظلمات یکی از ظلمت ها ظلمت جهله بدترین ظلمت بدترین ظلمت ظلمت جهله اتقوا و يعلمكم الله خود قرآن میگه شما تقوا پیشه بکنید تقوا یعنی به حرف امام زمان رو گوش بده به سفارش خدا در قرآن عمل کن یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا همین یکی رو تو زندگیت پیاده کن همین دعای برای امام زمان رو خوب تو زندگیت پیاده بکن بعد بین از ظلمت ها و یکی پس از دیگری بیرون میروی یا نمیره ببین وارد حریم نور میشوی یا نمیشوی امام زمان آب گواراست ماء معین است تو باید سراغ آب روی آب رو که سراغ تو نمیانن آدم تشنه چیکار میکنه میره دنبال آب اگه خیلی رئیس باشه و خیلی آدم غد متکبری باشه چند تا خادم و نوکر داره برام آب بیار برام آب بیار برام آب بیار میخوام وضوع بگیرم میخوام لباسامو بشورم بخوام نمیدونم اتش ما برطرف کنم ولی آب رو طلب میکنه چطور ما آب رو طلب میکنیم وقتی تش نمیشیم اما امام زمان رو که تشبیه شده وجود مقدسش به آب طلب نمیکنیم چرا؟ در دباد چیست؟ تازه طلب کردن آمونم باز طلب کردن درستگاهی نیست خود امام زمان گلایه کرده بودن تو مسجد جمکران که نگاه کن اکثر اینایی که اومدن جمکران و نماز امام زمان بخوانند و متوسل به امام زمان بشن برا خودشون اومدن یکی زن میخواد یکی خونه میخواد یکی بچه میخواد یکی نمیدونم برکت روزی میخواد یکی وسعت زندگی میخواد خیلی کمن اونایی که به یاد منن تک و توکی آمده برای فرج من دعا کنن این نیست و به این تعابیر ائمه در روایات چقدر دقیقه عمدن از رو حدیث رو براتون میخونم که باورتون بشه امیر المؤمنین سلام الله علیه به نقل اسبق ابن نباته اون صحابی گرانقدری که وقتی که امام حسن سلام الله علیه در لحظات آخر عمر امیر مردم جمع شده بودند در خونه امیر و المؤمنین آمدن فهم بودن برید پراکنده شید نمانید اینجا چرا؟ چون حضرت زینب میخواست اغده دلش رو خالی کنه فریاد بزنه ناله بزنه و صدای بلند گریه کنه مردای نامهرم اونجا ایستادن صداشو بیشتره. اسبق میگه همه رفتن ولی من پاهام یاریم نکرد که برم هرچی خواستم برم دیدم نمیتونم برم استادم یک مرده دم صدای یاد به گریه بلند شد منم به گریه یا یه گریه کردم ناله زدم یک مرتبه امام حسن اومد در رو باز کرد نمود اسبق مگه نکفتم برو چرا این گفتم آقا نبیرم پاهم مرا یاری نمی کند برای رفتن تا مولایم امام زمانم را نبینم نمیرم گاهی باید در خانه مولایت الحاح و اصرار کنیم دقیقا امام حسین شب آشورا همین رو به اصحاب فرمود و اون برید من به ما پس گرفتم گفتن آقا نمیریم کجا بریم شما تنها بگذاریم ما مرد نباشیم اگر شما را تنها بگذاریم و برویم الان اگه همین یه شب امام زمان بیان به ما بفرمایند بابا نمیخواد برای من گریه کنی تو قبول میکنی نمیخواد برای من دعا کنی قبول میکنی من که قبول نمیکنم میگم آقا بر چی دعا نکنم بر گریه نکنم من شما دوست دارم من گرفتار فراغ شما شدم من بیکس شدم من یتیمم حالت باید این باشه بعد همین حالت اسبق باعث شد که امام حسن رفت و از امیر اجازه گرفت و وارد شد و رفت محضر مولا و آن گفتگوی عجیب و غریب را با امیر المؤمنین داشت و این عقده تو دلش نمون که مولایش از دنیا برود و در اون لحظات آخر مولایش رو نبیند تو هم باید این گونه باشی ان الله يحب الملحین فی الدعا از صفات خوب اینه که مؤمن اصرار در دعا و درخواست از خدا بکند خدا ملحین یعنی مسرین یعنی کسانی که اصرار دارند در دعا و درخواست از خدا اینا رو دوست داره این حالت رو در بنده دوست داره دقیقا حجت خدا هم همین امام تمام صفات جلال و جمال خدا در وجود او شکل گرفته این آقای اسبق میگوید امیر المؤمنین بعد از آنی که سوال کردم از فرزندش مهدی علیه السلام, و السلام فرمود صاحب هذا الام الشری الطرید الفرید الوحید آقای همه عالمیان صاحب این ام صاحب امر ولایت اون آقایی است که شرید از یعنی آواره است آواره بیابون هاست شما همتون یه خونه ای دارید یه مسکنی دارید میرید تو خونه تون آرامش پیدا میکنید والله امام زمان یک خانه ای ندارد که به اون خانه خودش برود خانه خودش در سابر راست خود امام حسن عسکری به فرزندش مهدی در سن پنج سالگی فرمود بعد از من در شهر و دیار نمان سر به بیابان ها بگذار در دل کوه ها سکنا بگزین. جایی که دور از سلطه مخالفین تو باشد فرزندم مهدی جان او شرید است آواره است هوت قرید او ترد شده است دوستانش دور وریاش او رو تردش کرده او فرید است یعنی تک است تک است در کمالات تک است در مقامات تک است در خصوصیات وجودی آدم یک ذاتی را که پاک است و تک است پروانوار دورش رو میگیره این دیگه تکه علمش کمالش اخلاقش نورانیتش صداقتش تهارتش هنرش بابا این تکه در عین حالی که تک از مردم او را رها کردن و تنها گذاشت الفرید الوحید و او تنها مده در این حالی که تک او را تنها گذاشتن شیعیانش به فکر او نیستن یه وقتی هم که به فکر او می افتن دنبال اینن که به یک نان و نوایی برسن نمیگن ما جانمون و فدای امام زمانمون کنیم و سر این که یابران امام زمان تکمیل نمیشن همینه که من امام زمان رو برا خودم میخوام نه برا خودش این یک تعبیر که این تعبیر را شیخ صدوق در کمال الدین جلد یک صفحه 62 نقل می کند شیخ صدوقی که بعد از 90 سال بدنش تر و تازه از میان قبل آشکار شد که پدر حضرت آیت الله مرعشی میفرماید وقتی که قبل او باز شد و بدن او آشکار شد من خودم وارد قبل شدم هم بدن تر و تازه بود هم کفن و خم شدم دست او را بوسیدم یک همچه عالمی این حدیث را نقل می کند. باور کن ایمان بیا تنهایی امام زمانت را بفهم در تعبیر دیگری که این تعبیر را نعمانی در غیبتش نقل می کند که از مصادر معتبر بهارالانوار است از امام باقر سلام الله علیه و صاحب هذا الامر هو الطرید ال الشرید الموتور بأبيه المكنى بعمه المفرد من اهله اسمه اسم النبي آقای این عالم کسی که بر امر تکوین و تشریع ولایت دارد کسی که باید در رأس حکومت واحد جهانی باشد و رتق و فتق امور کند و مدینه فاضله را در عالم تشکیل دهد او ترد شده است او آوار است او بی پناه است کسی به او پناه نمیدهد بینی و بین الله الان امام زمان بیاد کسی به او پناه میدهد حرف زیاده در یه تعبیر دیگری یکی از یاران امام صادق سلام الله علیه آمد محضر امام صادق گفت آقا جعل تو فداک جانم به فدایت به خدا قسم من شما رو دوست دارم دوستان شما را هم دوست دارم بعد گفت آقا شیعیان شما چقدر زیادن ازداد فرمودن که خب بگو ببینم میگی شیعیان ما زیادن این چقدر مثلا گفت خیلی از تعدادشون رو میتونی بشماری گوا بیش از آن است که من بشمارم حضرت فرمود اگر آن عدد و شماره ای که تو میگویی هستند اگر آن عدد مورد نظر اون عددی که در روایات پیغمبر و آل به اون اشاره شده از یاران امام زمان یعنی سی سد و سی تن یاور او تکمیل می شدن آن چیزی که شما آرزویش را داشتید محقق می شد در عالم یعنی تشکیل حکومت واحد جهانی چطور میگی شیعیان زیاده؟ که هنوز سی سد و سیزده تن یاور امام زمان تکمیل نشدند؟ بعد فرمود این را بدان شیعه ما کسی که صدایش از گوشش تجاوز نمی کند. یعنی شیعه ما فریاد نمیزنه با مردم وقتی حرف میزنه داد نمیکشه شیعیان ما کسانی که گرفتاری ها و ناراحتی های درونی او از پیکرش بیرون نمی افتد اسرارش را فاش نمی کند حلم و بردباری را از دست نمی دهد. از کوره در نمی رود شیعه ما خودش را کنترل می کند بعد فرمود شیعه ما کسی است که انسانی را که نسبت به ما تند روی می کند ازش تعریف نمیکنه. یعنی اگر یه شیعی به ما نسبت الوهیت داد نسبت نبوت داد مقامی را برای ما قائل شد که ما نگفته ایم از او تعریف نمی کند شیعه ما کسی است که با دوستان ما نمی جنگد دعوا نمی کند شیعه ما کسی است که با کسی که, که از ما عیب جویی می کند هم نشین نمی شود شیعه ما کسی است که با کسی که بدگویی از ما می کند هم صحبت نمی شود شیعه ما کسی است که دشمن ما را دوست نمی دارد دوست ما را دشمن نمی دارد گفتم آقا من با این گروه مختلف شیعه ای که ادعای شیعه گری دارند چه کنم پس چون این اوصافی که شما میفرمایید در اکثر اینا نیست ولی عده زیادی هستند که دم از شما میزنند فرمود در طول تاریخ اینایی که دم از ما میزنن خدا امتحانشان میکند اونقدر امتحان میکند تا اینا خوباشون از بداشون جدا بشن ناخالصا از خالصا جدا بشن حتی تمیزو حتی تو غربدو حتی تو محسو امتحان پشت امتحان می آید فتنه پشت فتنه می آید تا خوب خوبا خالصا با معرفتا جدا بشن اون وقت که یاران امام زمان تکبیل می شود پس فهمیدی آدمی که تشنه آب است دنبال آب می دود عتشش را نشان می دهد تا دیگران به داد او برسند ما اقلا باید عتشمون رو به خدا نشون بدیم بنی اسرائیل این کارو کردن خدا جناب موسی را به داد اونها رسوند قوم یونس این کارو کردن رفتن توبه کردن گفتن خدا غلط کردیم ما به یونس ایمان میاریم خدا یونس رو به اونها برگردوند بلا رو هم از اونها دفع کرد چرا ما این کارا رو نمی کنیم این همه بوغ و بلنگو دست ماشیه الان هست چرا شیعه رو بسیج نمی کنیم. بابا بری تو بیابون از خدا فرج بخواد آخه خدا منتظر نشسته خدا دعوت عمومی کرد و ادعونی از دجب بابا بیاد بخواهید من میدم بهتون حتی فرمود قلما ما یعبعو بکم ربی لولا دعا اصلا اگه شما دعا نمی کردید از من چیز نمی من به شما اعتنای نمیکردم رمز رسیدن به تمام کمالات و مقامات مادی و معنوی و علمی در اینه که از من خدا بخوای التماس کنید اصرار کنید چطور وقتی تشنه میشید گرفتار قحطی و خوش سالی میشید میرید روز دوشنبه نماز استسقا میخونید توبه میکنید از خدا باران میخواید همون شکلی میرید از خدا ما معین یعنی امام زمانتون رو بخواید فمن یعتیکم به ما این معی چرا باور نمی کنیم؟ نمیتونم چرا نمی نمیتونم چه کنی؟ پس اول باید شعور شعادم بالا ببره همین مسئله هایی که قرآن میزنه زنه اینا رو بفهمه بابا امام آب گواراست قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء المعین اونقدر باید این آیه رو این مثل را این تشبیهات را تو منابر همه بگن تا شعور مردم اول بره بالا بعد برن دست به دعا بشه تا اون شعور و باور در مردم ایجاد نشه نه دعا میکنن نه وقتی که دعا کردن اگر اتفاقی نیفتاد روح تسلیم دارن که بتوانند خودشان را نگه دارند و حفظ کنند.